گلو مالکیت تو این سوال هست، نمیدونم حالا این مالکیت چقدر درسته، اجازه بدید من سوال رو بخونم. گفتن ما به بعضی از خانم ها میگیم حجابتون رعایت کنید، میگن به شما چه ارتباطی داره، این جسم مال خودمه و خودم در مورد اون تصمیم میگیرم. یک کسی میگفت یه وقت یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای اتفاقا میز گردی بود و گفتگویی بود، دو سه تا آقا بودن یه خانم بودن، اینا در رابطه با پوشش و حجاب و اینها گفتگو میکردن. یه وقت خانم عصبانی شد، بلند شد، لباس شد در آورد، گفت این چرت و پرتا چه که شما میگید، تن خودمه، بدن خودمه، دلم خواست پوشیده، دلم خواست نپوشیده، به استدلالات چه شما میکنید. همونجا من گفتم ببینید حس مالکیت عجب حس خطرناکیه، این که آدم احساس بکنه خودش مالک خودشه. اگر این احساس اومد درسته، این منطق منطق درستی میشه، ولی قرآن اول چیزی که نشانه میره همین حسه، میگه لله ملک و السماوات والارض، همه چیز ملک خداست، پس این بدن تو هم ملک خداست، تو ملک منی، ملک منی. کی گفته ملک خودت هستی؟ کی گفته مالک خودت هستی؟ به همین دلیل من خدا میگم حق نداری حسود باشی. اگر حسادت به خرج دادی جهنمیست و آتیش. چرا؟ چون شما مثل اینه که من یه زمینی در اختیارت گذاشتم، شما هرچی زباله است میریزی اونجا، حق نداری، ملک منه، شما سرایه داری. کی گفته شما مالک تنت هستی؟ شما سرایه داری، مستعجلی، مال شما نیستی. اینه که این حس رو قرآن نشانه میده، میگه شما مالک نیستی، اول مالکیت تو ثابت بکن. باش، خب منم که به تو بیماری میدم میتونی جلوش بگی؟ کیه تو عالم دوست داشته باشه بیمار بشه؟ هیچ کس. ولی من خدا بیمارش میکنم، قرآن میگه، میگه من بیمار میکنم. شما این مالکی بسم الله، آقای سرطانی مالکی، سرطان از مملکت وجودت بیرون کن. میگه نمیگی مملکت خودمه، چهار دیواری اختیاریه، سرطان برو بیرون، ملک خودت نیستی. یعنی همه این سوالات من احساس بکنم ناشی از یک نگاه متفاوته، یه جور دیگه نگاه کردن. یعنی اگه نگاهمون تصریح بشه، نگاهمون نگاه درستی باشه، این سوالات ایجاد نمیشه.